روسیه بیش از 100 هزار سرباز را در مرز اوکراین گرده هم آورده است، اما پلان‌های خود برای حمله به این کشور را رد می‌کند. مقامات ایالات متحده در حالی که بر دیپلماسی تاکید دارند، گفتند روسیه توان حمله به اوکراین را پیش از بازی‌های المپیک زمستانی در 20 فوریه دارد و ممکن است و دنبال تصرف کیف، پایتخت اوکراین و سایر شهرها باشد. ببینید، چیزی که من خواستم این است که اتباعی امریکایی باید اوکراین را ترک کنند. باید همین آلا از کشور خارج شوند. ما با یکی از بزرگترین اردوهای جهان روبرو هستیم. این یک وضعیت بسیار متفاوت است و همه چیز می تواند به سرعت از کنترل خارج شود. در همین حال جیک سالیون، مشاور امنیتی ملی ایالات متحده، از آمادگی کشورش برای پاسخ دهی به حملات احتمالی روسیه گفت. We are also ready to respond decisively. در صورت انتخاب روسیه به اقدام نظامی، ما در کنار متحدان و شرکای خود آماده پاسخ قاطعانه هستیم. پاسخ ما شامل تحریم‌های اقتصادی شدید با بسته‌های مشابه توسط اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا و سایر کشورها خواهد بود. همچنین شامل تغییرات در ناتو، موضع نیروی آمریکایی در امتداد جنای شرقی ناتو می‌شود و شامل حمایت مستمر از اوکراین نیز خواهد بود. استرالیا و نیوزیلند آخرین کشورهایی بودند که خواستار خروج شهروندانشان از اوکراین گردیدند و به جمع کشورهای بریتانیا، ژاپن، لیتوانیا، نروژ و هلند پیوستند. اسرائیل نیز گفت که در حال تخلیه کارکنان سفارت آن کشور از کیف است. ما یک سطح قابل توجهی از وحدت و هدف مشترک داریم. ما و متحدان ما این را به وضوح برای مسکو بیان کرده ایم. اگر رئیس جمهور پوتین تصمیم به اقدام نظامی بگیرد، ما به صورت تحریم های اقتصادی شدید را با همانگی متحدان و شرکای خود در سراسر جهان اعمال خواهیم کرد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز شنبه گفت که روسیه از ترس اعمال تحریک‌آمیز کیف یا سایر جناح‌ها تعداد کارکنان دیپلماتیک خود را در اوکراین در وضعیت بهتری قرار داده است. ماریا زاخاروفا نگفت که آیا این به معنای کاهش تعداد کارکنان است یا خیر، اما گفت که سفارت و کنسولگری‌ها در اوکراین به انجام وظایف کلیدی خود ادامه می‌دهند. ملیندا سیمونز، سفیر بریتانیا در اوکراین، صبح شنبه در توییتی اعلام کرد که سفارت بریتانیا در کیف همچنان فعال است. در حالی که کشورهای غربی هشدار دادند که جنگ در اوکراین ممکن است شعله ور شود، خبرگزاری ریا روز شنبه با استناد به کشتی‌های بحری گزارش داد که بیش از 30 کشتی روسی از دریای سیاه روسیه تمرینات آموزشی را در نزدیکی شبه جزیره کریمیه به عنوان بخشی از مانورهای دریایی گسترده‌تر آغاز کردند. تحرکات نظامی روسیه به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد، زیرا انبوه نیروها در نزدیکی اوکراین و رگبار لفاظی‌های جنگ طلبانه غرب را به لرزه درآورده و نگرانی‌های را برای حمله به اوکراین ایجاد کرده است. سحر عظیمی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.